3 روز است که روند تصفیه با تلاشی در 4 روستای بغلان مرکزی آغاز شده است. روستاهایی که 2 سال در تصرف طالبان بودند. دشمن از نگاه قرارگاه محاکمشان هم تخریب کردیم و فعلا مردم آمده میتونند در خانه خود گشت و گذارم کردن میتونند آرام آرام استه. شام دیروز برخ از غیر نظامیان در روستای زدران به ولسوالی بغلان مرکزی دوباره به خانه هایشان آمده، اما این جنگ ها همش پیامد های ناگواری را بر برخ از این غیر نظامیان داشته که یکی از نمونهش کبرا است که در نتیجه جنگ ها فلج شده است و تنها حالا غذا می خوره و می بینه، دیگه نه گپ زدن می تونه نه هم راه رفتن می تونه. کبرا 8 سال دارد، به خانوادهش توان مداوای او را ندارد. ادامه جنگ ها این مردم را بسیار خسته و ناچار ساخته است. باید در همه رسی هاتن که در سال زنید بود اقا جانب رسی هم منگ در بدره استو که در جانب رسی هم منگ در بدره استو دوارت جنگی منگ مجبور رو تخت ایلا خپل سر رو باسو. اکنون کاروبار در این روستاهای بغلان مرکزی یک بار دیگر از سر گرفته شدند، اما این مرد هنوز هم نگران آینده خانواده اش است. یه مزدور بزرگ پیدا بود 2000 مینه پیدا کرده. نه تا آقا ولی که دیو روزی به مسجد تو روزه خوره خو کافر سوله. این دا مشکلات دنیای ده زت زجر که واقع زد او داو تا پرو نبل از سبایی تا قصی ملا ازان وقت رو. اکنون در کوچه ها و پس کوچه های روستاهای زدران، نوآباد، دیاربان، قیصرخیل، کوکچنار میتونی آزادانه گشت و گذار کنی، اما این گونه نشانه های از جنگ را هم در این کوچه ها و پس کوچه ها به خوبی میتوان دید. اما تا هنوز هیچ بخش اداری از طرف حکومت محلی در اینجا فعال نیست، کلینیک در اینجا هنوز وجود نداره، مکتب ها فعال نیست. یگانه خواست مردم از حکومت ای است تایی که خدمات اداری و حکومت محلی دوباره در اینجا آغاز شود و این بخش ها یک بار دیگر از تسلط حکومت بیرون نشود. شریف امیری، تلو نیوز، بغلان مرکزی.